بسم الله الرحمن الرحیم. روزهای قبلی ما پروژه خود را تا به قسمت تصویرهایی که گزینه‌های فیلتر را داشت کار کردیم. زمانی که ما می‌آمدیم روی از بتن‌ها کلیک می‌کردیم، تصویرهای ما فیلتر می‌شد. قسمی که اگر تعداد تصاویرهایی که مثلا کلاس کارد را به خود داشت یا کارت فیلتر را، اینا باقی می‌ماند، دیگرایش هایت می‌شد. یا مثلا کلیک می‌کردیم روی کلاس اپ، بتن اپ، اونایی که کلاس را به نام اپ فیلتر داشت باقی می‌ماند، مطابقش هایت می‌شد. یا ممکن اگر کلیک میکردیم روی بتن آل، در اون صورت تمام تصاویر را برای ما نشان میداد. در ادامه از این قسمت پروژه خود ما یک بخش دیگه ای را داریم به نام تیم که تقریبا مشابه با قسمت های بالا هسته. مشابه با قسمت اولی هسته. تقریبا یک چیز مشابه با او هسته. سه تقسیم شده در ابتدا و داخل هر قسمت یک تصویر و یک سری متن ها با آیکن ها قرار داره. بازم در داخل پروژه یک سکشن جدید را ایجاد میکنیم. بعد از این سکشن خوب است یک نام هم برش یا یک کامنت در ابتدا بانید، مثلا تیم سکشن، یک مقدار بزرگتر. حالا یک نام برش میمانیم، تیم سکشن. پوینتر از یک سکشن جدید را تعریف میکنیم و داخل از این سکشن ما نیاز داریم تقسیم بندی به چه شکل باشه؟ به چه شکلی باشه؟ در ابتدا یک رو نیاز داریم، ولی قبل از رو یک چی نیاز داریم؟ یک کانتینر نیاز داریم، چون همو مقدار محتوای ما از هر دو طرف یک چیز فاصله بگیره. در اینجا یک تا دیو را تعریف میکنیم با کلاس کانتینر، داخل از این دیو دیگه ای را تعریف میکنیم با کلاس رو. و حالی نیاز داریم سه تا تقسیم بندی را داشته باشیم. سه تقسیم بندی یک اندازه، سه تقسیم دوازده میشه چاری، یعنی کل ام دی چار باید داشته باشیم. جان؟ بله بله، تایتل داره در این قسمت، مثلا کلمه تیم و یک پاراگراف دیگه بالا پایین تر از اون. داخل کانتینر ما یک H3 میشه تعریف بکنیم، مثلا our team. پایین تر از این هم یک پاراگراف را داریم و داخل از این پاراگراف همین متن را اگر کپی بگیریم، کنترل C. جان؟ چرا میشه با اون شکلم؟ یا میتونستن داخل همین تگا هم بگیرین کلاس تکسنتر برش تعریف بکنید، و یا اینجا اگر یک دیو جدا هم بگیریم و برای خود دیو کلاس تکست سنتر را تعریف بکنیم، مشکل نداره، در هر دو حالت جواب میده. تگ H3 و پاراگراف را از قسمت کپی گرفتم، میبریم بالاتر داخل دیوی که کلاس تکسنتر را برای از تعریف کردیم. حالا اگر صفحه خود را ببینیم، our team و همو پاراگراف هسته، یک مقدار فاصله داشته باشه. کلاس تعریف میکنیم به نام py، از طرف بالا و پایین حدود 3 فاصله داشته باشه. خوب است؟ درست؟ خب پایین تر از او بازم سه تا تقسیم بندی را نیاز داشتیم. کلاس با div با کلاس رو ساختیم. حالی میم div با کلاس کل md یا کل ممکن استفاده کنید lg 4 میسازیم که داخل همین یک تصویر باشه و این تصویر هم در وسط قرار داره. به این شکل تصویر در وسط قرار داره، یعنی از هر دو طرف یک چیز فاصله داره. به این شکل محتوا یا کانتنت تماما در وسط هست، از طرف محور x یا چپ و راست در وسط قرار داره. ما برای از اینکه بتونیم کانتنت یا محتوای یک div را یا مثلا یک صحه را در وسط قرار بدیم، باید چیکار میکردیم؟ یک کلاس داشتیم، بله، به نام justify content center، ولی پیش از او دیسپلی را باید فلکس تعریف میکردیم. دیسپلی فلکس و justify dash content content dash center. justify content center نظر به محور X، تمام محتوای داخل همین دیو در وسط قرار میگیره. ما یک تصویر استفاده کنیم، مثلا یک پاراگراف بتیم، هر چیزی که فعلا بتیم، آیکن بتیم، در وسط قرار میگیره. به طور نمونه یک تصویر در اینجا تعریف میکنیم، image، و داخل image ما فولدر داشتیم به نام image/ بش از این تصویر را کار بگیریم. خب اگه خواسته باشیم از این تصویرها کار بگیریم، نیاز داریم این فولدر دیگه ای را با نام پورتفولیو را هم آدرس بدیم. نام از این فولدر را و نام تصویر را باید کپی بگیریم. ولی اگه میخواستیم یک تصویر دیگه ای را استفاده کنیم که داخل فولدر داخلی نباشه، مستقیم میتونستین بعد از فولدر ایمیجز نام تصویرتان را بگیرین. در اینجا دوباره نام تصویر ما هم پورتفولیو داش مثلا 4 از این تصویر استفاده میکنیم. .jpg
شد آدرس تصویر ما. اگر یک دفعه صفحه خود را ببینیم شاید تصویر اندازش بزرگ باشه، که بله خیلی بزرگ است. یک مقدار تصویر را کوچک میسازیم، کلاس را تعریف میکنیم برای تصویر به نام image fluid img-fluid. یک کار انجام دادیم، تصویر ما کوچک شد ولی راوند یا گرد نیست. چه قسم راوند بسازیم؟ از طریق بار در رادیوس میتونیم راوندد بسازیم، یا رای دیگه از کلاس استفاده میکنیم. کلاس داشتن به نام راوندد سرکل، راوندد سرکل تصویر ما را به شکل راوند یا گرد میسازه، ولی بازم اگر ببینیم تصویر ما گرد نشده کامل. به خاطر چی به این شکل تبدیل شده؟ احتمالاً تصویر ما یا از لحاظ ارتفاع و عرضش متفاوت بوده، یا ممکن اندازه ای را که برای تعریف کردیم اندازه یکسان نیست، یعنی ارتفاع و عرضش برابر نیست. برای از کار شما خوب است تصویر را انتخاب کنید که دقیقاً ارتفاع و عرضش یکسان باشه. یعنی تصویرتان خوب است حداقل یک کراپ بکنید، مثلا در فتوشاپ یا بعضی برنامه‌های دیگه تصویرتان کوشش کنید به شکل مربعی کراپ بکنید، برش بکنید. بعداً اگر از کلاس راوندد سرکل کار بگیریم درست و دقیق نشان داده میشه. به هر صورت میتونیم یک تصویر دیگه ای انتخاب بکنیم که راوند باشه یا گرد باشه. از داخل پیکچرز یعنی تصویر رو انتخاب میکنیم و راوند میسازیم. از طریق پینت هم میتونید تا جایی تصویر رو کراپ بکنید. تصویر خیلی حجمش کلان است به این خاطر انتخاب میکنیم. در ابتدا در قسمت پایین تر از او ارتفاع و عرض را که شما انتخاب کردین نشان میتن نظر به پیکسل که شده 3241 3300. باید کوچکتر بسازیم، 3300 3200 خب 3217 3249 باز تکان خورد. 3400 تو هر صورت حالا خیلی مربعی دقیق هم انتخاب نشد. 3225 3345 همین چیز انتخاب میکنیم و کراپ میخواییم بکنیم. کلیک کردم روی کراپ، برش داده شد، مطابقش پاک شد. اگر فعلا سیوز بکنیم، سیوز داخل فولدر پروژه خود، داخل فولدر پروژکت ایمیجز و اینجا تصویر ما گرچه دقیقا راوند یا گرد هم نیست ولی به هر صورت نامش را کپی میگیریم، رینیم و کنترل سی، به جای تصویر فعلی پیست میکنیم. اوپس کپی نگرفتیم، رینیم، کنترل سی، فولدر ایمیجز سلاش نام تصویر ما. حال درست شد؟ اگه بازم صفحه خود را رفرش کرده ببینیم تقریبا راوند یا گرد است. بسیار خوب، تا به اینجا پیش رفتیم ولی تصویر ما نظر به او حالته که مثلا در روی پروژه است خیلی بزرگه. بازم یک مقدار از هر دو طرف فاصله داشته باشه. باید چی کار بکنیم؟ مارجن پادینگ. اگه برای خود تصویر تعریف بکنیم، پادینگ در تصویر به معنا میشه چون پادینگ فاصله داخلی هست. اگه مارجن تعریف بکنیم میشه؟ مارجن طرف چپ و راست مثلا تعریف بکنیم به نظرتون میشه؟ بله، امین خیلی رایل ساده ایش هسته. داخل یک کلاس دیگه بگیریم، داخل یک دیو دیگه، بعدن برای از او مقدار پادینگ تعریف بکنیم. یک تا دیو تعریف میکنیم. کلاس کارد البته خوب و تعریف میکردیم پیش از او. خیر، بر صورت میشه فعلنم. ایمیج را آوردم داخل یک تا دیو قرار دادم و برای دیو خود پادینگ تعریف میکنیم. دیو ارزش فعلا همون 100% یا کل ام دی 4 هست، درست؟ و برای از یک مقدار پادینگ مثلا پی از طرف بالا و پایین یا چپ راست، ایمیش از طرف از هر چهار طرف باشه، پی 4 یا پی 5 استفاده میکنیم. صفحه خود رفرش کرده اگر ببینیم تصویر ما بازم کوچکتر شد، درسته؟ پی 5 تقریبا کافی است. خوب است برای خود کل ام دی 4 یک بک‌گراند هم تعریف بکنیم، یا در کل یک
میشه بک‌گراند بتیم. بعدا باکس شادو هم نیاز داریم. فعلا یک موقتا بی جی میمونیم، بی جی مثلا وارنینگ که به این شکل شوه و تصویر ما در وسط قرار گرفته. از بالا هم امو به اندازه 4 واحد پدینگ خود یا 5 واحد پدینگ خود را گرفته. این پدینگ در قطع از داخل کلاس دیف هسته. اگر تنها خواستین نظر به محور اکس باشه، مثلا میشه پی اکس استفاده کنید، پی اکس 5 که از طرف بالا و پایین باز فاصله نمیگیره، چسبیده به هم میاد. یا خب بس یک کار بکنیم، در کل باشه پی مثلا 4 بعدا پی اکس 5، یعنی نظر به محور اکس 5 باشه. حالا از طرف بالا و پایین میشه 4، از طرف چپ و راست 5 واحد پدینگ به خود میگیره. پایین تر از او محتواهای دیگه ای را باید داشته باشیم. یک H3 استفاده میکنیم، مثلا این باشه داخلش نامش احمد احمدی، یا باش که باز نام هنا را نوشته کنیم که حالا از ما کلن نکنه. هنا تخلصان چی بود؟ غیرت. خب ما راست میگیم، امیر از کی رسید طاهر بگیریم. عکس خودت ندارم. خب یک پاراگراف دیگه ای رو میمونیم، سعید طاهر is a good boy، he works his project but not himself. خب یه پروژه خود کار کرده ولی خودش نی دیگه قسمت آمد یک کار خودش نکرده. مشکل در کجاست؟ چون ما از فلکس استفاده کردیم، درسته؟ تمام محتوا فعلا انعطاف پذیر هست و کنار هم قرار میگیره. باید یک کار بکنیم، فلکس را اگرچه برای تصویر هم نیاز داشتیم باید استفاده کنیم، ولی آمدیم برای کل تمام کلیم دی چار گفتیم فلکس. یک کار دیگه میتونیم، دیسپلی فلکس را از این قسمت بر میدارم، برای همون دیوی که تنها تصویر داخلش قرار داره استفاده میکنیم. کنترل وی ده اینجا. حال درست شد، تصویر و پایین تر از او متن ما آمده، عنوان با پاراگرافش، ولی اینا هم باید در وسط باشه. این رو خب میتونیم راحت در وسط بیاریم با استفاده از کلاس تکست سنتر، البته برای کل ام دی 4، برای دیوی که کلاس کل ام دی 4 را داره، تکست داش سنتر. بسیار خوب، این کار هم انجام دادیم و در وسط هم آمد. پایین تر از این فکر کنم چون تو آیکن هم هست، درست؟ میشه از آیکن ها کار بگیریم. ما در قسمت یک تگ آی میمونم و داخل از این کلاس اف ای بی. اف ای بی برای چی بود؟ برای برند ها یا در کل لوگوهای سوشیال میدیا و بعض برند های دیگه. کلاس اف ای بی را برای ورژن جدید فونت اویس هم باید استفاده کنیم. اف ای بی داشت اول فیسبوک، تویتر، دیگه چی داریم؟ اینستاگرام. خب همین سه تا کافی است فکر کنم. دیگه چیز نداریم؟ خب این سه تا آیکنش هم آمد. حالا میشه برای آیکن ها یک مقدار اندازه و پدینگ اینا تعریف بکنیم. خب بس یک مقدار پدینگ برای هر سه تا از این کلاس ها تعریف بکنیم. پی داش چارش خیلی کلمه میشه. پی داش جان؟ کنترول بگیرین، کنترول بگیرین و روی قسمت های دیگه کلیک کنید. در اتم و بعض ادیتور های کار میده. VS شاید کار بده ولی تنظیمات ممکن داشته باشه. خب گم شد. پدینگ پی دو داریم. نه پدینگ داریم، از هر چهار طرف بگیره. جالب است. خب خیر یک کار دیگه میکنیم جان؟ نه آ راست میگین، پدینگ یک چیز منطقی نمیشه. ما برای خود آیکن چه قسمی پدینگ بدیم؟ مارجین میدیم، مارجین مثلا دو از هر چهار طرف دو واحد مارجین بگیره. حال درست شد، پدینگ دیگه نمیشه برای خود آیکن یا داخل آیکن استفاده کنیم. بک‌گراندش زرد است، میتونیم یک بک‌گراند دیگه ایره بک‌گراندش سفید تعریف میکنیم، برایش باکس شادو میدیم.
BG warning برداشته شوه بجای از یا BG light استفاده کنید BG white استفاده کنید BG dash white این کلاس را هم دارین در bootstrap. خب این کار هم انجام دادیم و مشخصا یک کلاس را تعریف میکنیم، مثلا تیم خانم تیم باکس. از این کلاس در قسمت CSS خود همینجا بود، بله، قسمت CSS برای تیم باکس یک باکس شادو تعریف میکنیم، باکس شادو. و نظر به محورهای X و Y اگه خواستین فاصله داشته باشه خب، نداشته باشه صفر قیمت بدین. بعدا میزان پاشیدگی از او یا همو بلور به چی اندازه باشه، مثلا 15 پیکسل و رنگش را هم اگر بلک تعریف بکنیم و رنگ سیاه و خود باکس شادو میگیره، رفرش کردم به این شکل رنگ سیاه خیلی تیز میشه، رنگ تقریبا خاکستری استفاده کنیم، از کلاس مثلا سی 6 تا 30 به این شکل میشه. یک مقدار فاصله از طرف پایین هم داشته باشه، در کل از بالا و پایین خوب از فاصله داشته باشه باکس شادوی ما. گرچه در بوتستراپ هم میتونستین در اینجا اگر تعریف بکنیم برش مقدار مارجن داشته باشه، مارجن از طرف بالا و پایین حدود 20 پیکسل و از طرف چپ و راست نیاز نداریم 0 پیکسل، به این شکل از بالا و پایین مارجن میگیره، از 20 پیکسل هم کم است 50 پیکسل میتونیم برش. از طرف بالا و پایین 50 پیکسل پدینگ داره و چپ راست نداره. میتونیم همین کلاس را کپی گرفته سه بار ازش استفاده کنیم، سه تا سایت تاهر. خب در این قسمت دیو ما شروع شده، کلاس تیم باکس را داره، ختمش هم در اینجا هست، انتخاب کردم تا به این قسمت کنترل شیفت دی دو و سه بار ذخیره کنیم، رفرش به این شکل. بازم چسبیده میگه که به این شکل نمیخواستیم، یک مقداری فاصله بین هم داشته باشه، چیکار کنیم؟ بله، رای خیلی سادهش یک بار کنترل زد بکنیم، البته چون نیاز نباشه برای هر کدامشان تکرار کنیم. یک تا دیو را قبل از تمام محتواهای دیگه میگیریم داخل همو کولم دی 4 و ختم از این باید در ختم دیو تیم باکس ما بسته شوه، دیو تیم باکس در اینجا ختم میشه و این باید در قسمت بسته شوه، درست؟ حالا یک مقدار پدینگ را برای خود از یه تعریف میکنیم. پی نظر به محور X باشه، پی X مثلا 2 کافی است یا 3، ولی خود تیم باکس چون باکس شادو برای از یه تعریف کرده بودیم این را هم برای از یه کلاس استفاده، برای از یه دیو استفاده میکنیم. اگه برای بالا استفاده میکنیم باکس شادو برای بالا استفاده میشد، اما فعلا برای خود از یه استفاده میشه که باز مشکل ده کجاست؟ مشکل نیست دیگه، یک تا داریم فعلا. ما فکر کردم همون سه تا کلاس هست. خیر، شروع دیو ما در این قسمت و ختمش هم در این قسمت. حالی کنترل شیفت دی دو و کنترل شیفت دی سه بار تقریبا و مو شکل را به خود گرفته. نه دیگه همون چیز هست، یک کلک فرق داره. خیر، خب چیزی خواست این قسمت استفاده نکرده. حالا میتونید شما مثلا تعریف بکنید، اگر ما روی ایمیجش کلیک کردیم همین رو بزرگ برای ما نشان بده. یادتون باشه ما یک پلاگین استفاده کردیم به نام وینو باکس، میتونیم حالا از همون پلاگین کار بگیریم زمانی که کلیک کردیم روی تصویر این رو برای ما بزرگ بسازه، درست؟ چه قسمی مثلا همون پلاگین استفاده کنیم؟ ماوس اوور، نه ماوس کلیک، باید کلیک صورت بگیره. میتونید یک کار بکنید خیلی ساده، خود تصویر را داخل یک تا کلاس ایمیج تگ ای قرار بدین، یعنی صورت لینک باشه. در قسمت ما یک تگ ای را تعریف میکنم، بعدن ایمیج را میاریم داخل همین تگ ای قرار میدیم. سورس یا آدرس ایمیج هم نحوه استفاده از او پلاگین به شکلی بود که داخل HRF تگ A ما باید می آمدیم لینک خود تصویر را تعریف می کردیم، درست؟ وینو باکس را. بعدن برای هر تگ A که یا برای هر الیمنت که کلاس به نام وینو باکس داشته باشه در قسمت مای اسکریپت یا در قسمت جاوا اسکریپت تعریف کرده بودیم که اینا را برای ما چیکار کنه، از کلاس وینو باکس استفاده کنه. حالا میتونید کلاس به نام وینو باکس را برای همو تگ A تان تعریف بکنید، بعد از اینکه کلیک صورت میگیره روی ایمیج یا روی همو لینک داره قد برای ما بزرگ نشان میده.
امیج را آوردم داخل تگ A و در قسمت hrefش باید هم آدرس امیج را بدیم. به این شکل و یک کلاس استفاده میکنیم به نام وینو باکس. حالا اگر ذخیره کنیم صفحه خود را رفرش کرده ببینیم کدومش بود؟ این وسطی است. کلیک کردم روی از این تصویر به شکل بزرگ برای ما نشان داد. چون ما قبلا خود پلاگین لینک داده بودیم ارتباط داره، خیلی راحت تانستیم استفاده کنیم. ولی اگر مثلا از شما لینک نداشته باشه، باید در قدم اول لینک خود پلاگین وینو باکس را در پروژه تان بتین که در قسمت بالا وینو باکس. اینجا ما ارتباطشو برقرار کردیم، وینو باکس دات سی اس اس و وینو باکس دات جیسون باید داشته باشیم. در این قسمت است. زمانی که دو تا فایل را با هم لینک دادین در پروژه اصلیتان، بعدا نیاز دارین فقط یک اسکریپت را هم تعریف بکنید. ای که اگر ما روی یک المنت که کلاس به نام وینو باکس داره، یا فرق نمیکنه هر کلاسی که شما برای از المنت تعریف کرده باشین، روی از او اگر کلیک صورت بگیره، فانکشن به نام وینو باکس کال شود. که خود فانکشن وینو باکس قابلیت را که داره ای هست که تصویر ما را بزرگ میکنه اگر رویش کلیک صورت بگیره در خود همون صفحه. حالا اگر کلیک کنیم صفحه ما مثلا بسته نشده، یا در کل یو آر ال صفحه تبدیل نشده. ما اگر مثلا بریم برای یک لینک بدون از اینکه کلاس پلاگین وینو باکس استفاده کنیم یا کار دیگه انجام بدیم، در اون صورت در حقیقت یو آر ال هم تغییر میخوره، چون ما href اینجا برش دادیم برای ایمیج خود. href تعریف کرده بودیم که وینو باکس جستجو میکنیم راحت‌تر پیدا شه. 2 3 9 در این قسمت است. ما در قسمت href لینک خود گفتیم تصویر را. اگه مثلا همین کلاس وینو باکس را نداشته باشه، حالی ما بایم کلیک کنیم روی ایمیج چه کار میشه؟ در کل یو آر ال صفحه ما هم چینج میشه. قسمت بالا ببینید. حالی مثل از این میمانه که شما تصویر را توسط یک براوزر باز کرده باشه. واضح است؟ ولی زمانی که از کلاس یا پلاگین وینو باکس کار بگیرین، بعد از اون تصویرتون داخل خود همون صفحه باز میشه، یو آر ال تغییر نمیخوره و این شکل خیلی پروفشنال یا حرفه‌ای تره براتون نشان میده. بسیار خوب. بله، یک از پلاگین های جاوا اسکریپت هست، مشابه با جکیری. جکیری خودش یک پلاگین یا لایبرری هست. حالا وینو باکس هم مشابه از یک لایبرری هست که برای تصویر استفاده میشه، بزرگ ساختن تصویر. و مشابه از ما چند تا پلاگین های دیگه را هم کار کردیم. ویو پوینت را هم به این شکل کار کردیم و معمولا برای سلایدرها هم از پلاگین ها کار گرفته میشه. خب این کار انجام دادیم و مشابه از باید تصاویر دیگه خودم داخل یک تگ A قرار بدیم و برای از اونها کلاس وینو باکس را تعریف بکنیم که فعلا به جای از این تصویر ما میتونیم از این قسمت پایین استفاده کنیم. کپی گرفتم کنترل C و در بالا به جای تصویر بالای خود کنترل V پیست کردم. قسمت پایین هم اینجا و یه تصویر دیگر نیاز نداریم، ذخیره کنیم. حالا اگر روی هر تصویر ما کلیک صورت بگیره به این شکل زوم میشه. قسمت آخری فارم هست که باشه برای فردا. اگر جای سوال هست میشه پرسید.